درود بر بینندگان تلویزیون عصر امروز در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم، مطابق معمول روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از ساعت 3 به مدت 50 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه 2574 هخامنشی و برابر است با 22 ماه اپریل 2015 میلادی. من در ابتدای برنامه از جناب سرهنگ ستاد هوشنگ وزین رهبر سازمان سرباز سپاسگزاری میکنم، برای که حمایت میکنن و محبت میکنن و بزرگواری میکنن مثل همه کارهای فرهنگی و اجتماعی که ایشون مشارکت و مدیریت و هدفدهی و راهگشایی دارن. در اینجا هم از چند تا برنامه ساز تلویزیون حمایت مالی میکنن، اونها رو در برنامهشون حمایت میکنن و از چند تا تلویزیون هم حمایت میکنن. درود به جناب سرهنگ ستاد هوشنگ وزین رهبر سازمان سرباز و یارانشان. آقای ناصر توکلی این برنامه رو از رادیوی ایران هوستون همزمان پخش میکنن و سایتشون، سایت اون رادیو ایران هوستون تگزاس هستش که www. و این که در واقع بعد کی که علامت رادیو ها هست، بعد rit.co.com، هم co میشه هم com میشه. میتونید روی جیل وایز، میتونید روی آیفون، آیپد، روی تلویزیون های هوشمند، ببخشید تلفن های هوشمند و ببینید و کیفیتش خوب، بسیار خوب خواهد بود. همچنین از دوست عزیزم جناب پارسا سوربی، مدیر خوب تلویزیون مردم تیوی سپاس گذارم که در تلویزیون اینترنتی مردم تیوی این برنامه رو همزمان پخش میکنن و بعد در طول هفته تکرار میکنن و در آخر هفته بازم تکرار میکنن و از همه مهمتر که این ضبط شدهش میذارن روی یوتیوب که هر کس بره میتونه اونجا ببینه. اگه برید روی یوتیوب و اسم منو تایپ کنید، پرویز مینویی، PARVIZ مینویی هست، MINOOEE، بذارید سرچ کنید میاد و برنامه رو میتونید ببینید. این مجله خوب تهران، مجله تهران به مدیریت آقای شهبود نوری منتشر میشه. یک کمی دوچار ضربه هایی شد و این ضربه ها باعث شد که از مجله هفتگی به مجله دو هفتگی منتقل مبدل بشه، ولی خوشبختانه یه مقداری دوباره یه گشایش مختصری شد. یعنی اگر مثلا فرض کنیم که 100 واحد ضرر شده بود، حالا 5 واحدش جبران شد و ایشون فعلا همون دوباره هفتگی منتشر میکنن. من براشون آرزو موفقیت میکنن، هر کمکی از دست من بر بیاد مینویسن، انجام میدم با نوشته هام و سعی میکنم که خواسته های خوانندگان این مجله رو تا حدی که با عقاید خودم منافات نداشته باشه برآورده بکنم. این مجله خوب دو طرفش، یعنی هر دو طرف جلدش دو تا مطلب جالب داره. یکی این مطلب هست، اینجا سال 1915 رو با خون مشخص کرده. سال 1915، سال 1915 سالی است که در حکومت عثمانی، میدونید حکومت، یعنی قبل از اینکه جنگ جهانی اول اتفاق بیفته، یک حکومتی به نام حکومت عثمانی وجود داشت که حکومت عثمانی نصفی از آسیا و نصفی از افریقا و نصفی از اروپا رو داشت. یعنی مثلا فرض کنید که بلغارستان و نمیدونم بسیاری کشورهای اروپایی علاوه مثلا مصر و الجزایر و عراق و سوریه و اینا همه جزء حکومت عثمانی بود. و در حکومت عثمانی، در بخشی از اون حکومت عثمانی که همون ترکیه فعلی است، یه سری مردمان ارمنی زندگی میکردن و در یک حادثه بسیار وحشتناک و جنایت‌آمیز یک دفعه دولت تصمیم گرفت که ارمنی‌ها رو نسل کشی کنه.
و این نسل کشی حاصلش 1.5 میلیون کشتار ارامنه شد. 1.5 میلیون ارمنی به دست نیروهای وابسته به عثمانی یا نیروهای مستقیمن سربازان عثمانی بودن یا نیروهای مثلا فرض کنیم که گروه‌های مختلف بودن که وابسته به دولت عثمانی بودن یا گروه‌هایی که به تحریک دولت عثمانی تحت تأثیر اونا به قتل ارمنیان کمر بستن. میدونید وقتی دولت میگه ما ارمنی‌ها رو می‌خوایم بکشیم، خب یه تبلیغاتی میکنه دیگه، میگه یه دلیلایی میاره برای اینکه بخواد ارمنی‌ها رو بکشه، و اون دلیل‌ها روی ذهن بسیار آدم‌ها اثر می‌ذاره. یعنی اونا فکر می‌کنن که راست راستی این ارمنی‌ها مثلا باعث آزار مردمن یا باعث بلند برحال حمله میکنن و 1.5 میلیون ارمنی رو میکشن. البته ما ایرانی ها، منظورم ایرانی ها اون ایرانی هایی که هستن که مثلا ارمنی نیستن، آسوری هم نیستن، کلیمی هم نیستن، مثلا باهایی هم نیستن، ایرانی هایی که همینطوری یا ایرانی های شیعن یا ایرانی های زردشتی هم. چون ایرانی های زردشتی هم در این قمی که من میگم با ما ایرانیان مثلا شیعه شریک هم. ببینید این قم اینه که همه با ما بدن. ببینید از مثلا فرض کنیم که خب قوم یهود دوبار از بردگی رهانیده شدن، یک بارش تو قصه است، یک بارش تو واقعیته. ببینید قصه ها رو که نمیشه واقعیت دونست که. ما که نمیتونیم بریم مثلا فرض کنیم که با ملت مثلا فرض کنیم که ترکمنستان و مثلا مغولستان که مثلا به زبان فردوسی اینجا توران نامیده میشده، بریم بجنگیم بگیم شما تور مثلا پادشاه ایرانی رو کشتی، چون که فریدون سه تا پسر داشت، ایرج و تورج و سلم، قسمت کرد دنیا رو که اون موقع دنیا در یعنی دنیای متمدن تحت نیروی اون بود، قسمت کرد ایران رو داد به ایرج، ترکمنستان و مغولستان رو داد به تورج و اون قسمت دیگر رو داد به سلم. بعد اینا اومدن کشتن تورج، یعنی اون دوتا توطئه کردن، اومدن تورج و سلم اومدن ایرج رو کشتن. درست؟ حالا ما نمیتونیم بریم به مردم توران یعنی مردم ترکمنستان و مغولستان بگیم شما پادشاه ما ایرج رو کشتید، ما میخوایم به درتون در بیاریم. این تو قصه است. ما نمیتونیم بگیم افراسیاب سر سیاوش رو برید، پس بنابراین ما بریم سیاوش واقعا مظهر بیگناهی بود، مظهر بیگناهی بود، چون در ایران که بود نامادریش به اون چشم طمع داشت، میخواست پایش روابطی داشته باشه، اون زیر بار نرفت، نامادری به کیکاووس چیکار چی کرد، گفت این پسر تو به من میخواسته به من تجاوز کنه. بر حسب قانون اون زمان قرار شد که این از توی خرمن آتش عبور بکنه. قانون اون زمان میگفت هر که از خرمن آتش عبور کنه سالم بره بیگناهه، هر کس به سوده گناهکاره. این از خرمن آتش با اسبش زد به خرمن آتش و رفت و رد شد و سالم رد شد، منتها نموند تو ایران، نمون تو خانه پدری. گفت خانه پدری که من تهمت میزنن، من بیگناه رو وادار میکنن که جونم و خطر بنزم از تو آتش برم، این برای من خوب نیست. رفت به توران. توران فرض میکنیم، نمیدونم مطمئن نیستم من، فرض میکنیم مثلا ترکمنستان و مغولستان بوده. رفت اونجا پهلو افراسیاب، گفت آقا من در کشور خودم مورد ظلم قرار گرفتم، اومدم به تو پناه بیارم. افراسیاب دخترش رو به این به زنی داد، یک قطع زمینی در یه جایی مثلا فرض کنیم که یک شهری رو گفت اینجا برو اونجا سکونت کن، این اومد اونجا زراعت کرد، مردمی رو درست کرد، یک تشکیلات درست کرد، برحال یک مرکز تجاری موفقی رو اونجا درست کرد که در این حال جوانهای برازنده جنگی هم اونجا پرورش میافتند. رفتن ازش بدگویی کردن بلو افراسیاب. بعد افراسیاب اومد کلش برید. خب حالا ما بریم به مردم ترکمنستان و مغولستان بریم به جنگشون بگیم شما سیاوش رو کشتید، آقا اون تو قصه بود. یهودی ها دو دفعه از بردگی رهانیده شدن، یک بار تو قصه. آقای موسی
اومد و آقای موسی هم یک پسر ناتنی، پسر خوانده فرعون بود، چون فرعون پسر نداشت این شد پسرش. بعد فرعون صاحب پسر شد. وقتی صاحب پسر شد طبیعی است که فرعون و خانواده فرعون توجهشون میشه به پسر خونی و طبیعی خودشون، و اون پسری که پسر خوانده است مورد توجه کمتری قرار میگیره، ولذا حسود شد موسی به اون پسر فرعون، حسادت کرد. اسمش رامسس بود نیست که در اصل حسادت کرد و اومد یه گده رو جمع کرد. اونها کلیمیان که برده بودن گفتن تو از مایی، اومدن رفتن بر ضد فرعون. خدا هم کمک کرد، از باسمون قورباغه بارید برای فرعون، پسر فرعون بچهش کشته شد تو دستاش، نمیدونم آبا خون شد، ماهیا مردن، اولادای هم تمام چارپایان اولین فرزند ذکورشون کشته شد، نمیدونم هزار اتفاق افتاد که مثلا این برده ها آزاد شدن. برحال آزاد شدن، از رودخونه گذشتن و از دریا گذشتن و اومدن. خب این قصه است. اما اینکه کلیمیا در بابل اسیر بودن و برده بودن، این واقعیته. این تو تاریخه، همه کتابا نوشتن، همه مورخا نوشتن، نه قصه پردازا، نه پیغمبرا. پیغمبرا قصه پردازن، یعنی پیغمبرای ابراهیمی قصه پردازن، مخصوصا محمد و موسی، همه کتابشون قصه است. قصه هایی که عرصه عملی نیست، شدنی نیست، نمیشه. مثلا در کتاب تورات میگه که فرض کنیم که فلان کس که رفت اونجا جنگ کرد، هی می آدم میکش، آدم میکش، بعد این هنوز همه آدم ها رو نکشته. به خدا گفت خورشید یه دست ثابت نگه دار، غروب نکنه، من کار دارم. خدا هم گفت باشه، خورشید ثابت نگه داشت، یعنی در واقع زمین از حرکت نگه داشت دیگه، خورشید که ثابت هستش که، زمین از حرکت دورانی باز داشت. حالا فرضش بکنید الازه مثلا تجربی، اگه شما زمینو، کره زمینو در یه لحظه از حرکت دورانی باز دارید چی میشه؟ تمام اقیانوس ها که حرکت دارن میرن، تمام روی زمینو میگیرن. اصلا چه نیروی میتونه اینو باز داره؟ حالا نیروی خدا بوده، بخیالش. حالا از این چیزا، یا مثلا فرض کنیم که رفت به معراج، محمد رفت به آسمون با خدا صحبت کرد، به قول یارم گفت خواهی رفت آسمون از اون بالا که میدید که در این کرویه، چرا نیومد دیگه؟ حالا به هر حال اون چه که کوروش انجام داد یک واقعیتی بود که قوم یهود رو از بردگی نجات داد و گفت شما جواهراتون از اون غارت کردن، این جواهراتون رو پیدا کرد، گفت کجاست، برید داد بهشون، رفتن. قوم یهود دچار یک مشکلی هستن. قوم یهود یکی از باهوشترین قوم های کره زمین هست. یک مقدار از بچگی میگن شما ها باید از همه برتر باشید. کتابشون بهش میگه بنی اسرائیل از همه برتر هست. بهشون میگن شما غذایی که میخورید باید غذای کاشر باشه، یعنی مثلا برنجی که میخورید یه دونه شکسته توش نباید باشه، یا نمکی که بخورید نمک کاشر باشه، یعنی بهترین نمکی که تو دنیا هست، میوه ها بهترین میوه ها رو بخورید و شما مردمان برتر دنیایید. خب وقتی که مثلا فرض کنید که تو شهر ما همه بزرگتر رو بگن شما از همه شهرها برترید، از همه بالاترید، از همه فلانترید، خب ما مجبور میشیم مقدار بیشتر کار کنیم، بیشتر کوشش کنیم که به اون چیزی که به اون میگن هستید برسیم دیگه. اینی که یه دلیلش نژادیه، ذاتن باهوشترن، یه دلیلش هم به اصطلاح القاییه، القا میکنن که باید شما برتر باشید، و این باید شما برتر باشید باعث میشه که اونایی که استعدادشو دارن برتر بشن. الو گوشی 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 داشته باشید. آقای سعید صداتون بخواد پخش میشه بفرمه. آقای مینوی درود بر شما. درود بر شما. معنای جعل رو در عربی میدونین؟ حتما میدونین چیه. بله حالا شما توضیح بدید. جعل همین یه سوسکای بزرگی هن که تو فارسی بهش میگن خرچوسونه. اینا زندگیشون توی توالت و کثافت خونه. حالا من
این رژیم اسلامی رو تمثیل میکنه به این جوال که از این کثافت بالا میره میفته پایین دوباره میره از یکی دیگه میره بالا، سفارت آمریکا رو میگیره یک کثافتکاری میکنه اونجا، بعد میاد به جنگ ایران و عراق، از اونجا بلند میشه میاد به نمیدونم این اتمی، از اتمی میره به یمن، از یمن میره جای دیگه، یعنی اصلا هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. بله این تمثیلی است که من از این رژیم اسلامی میکنم. خیلی متشکرم. نهایتا معلومه چی کار داره میکنه، یک حکومت سرگردان و بی‌محتوا و به اصطلاح در ایران برقرار کرده، معلوم نیست نهایت چیه که در نهایت به از بین بردن ایران منجر خواهد شد. بله خیلی متشکرم ازتون. الو الو. بله بله. و یه نکته دیگه اینی که این آقای محمد که میگن مشروب و حرام کرده و این شاگرداش میگن، این خودش اصلا 24 ساعته 48 ساعته مست بوده، ولی این لاتایلات و مزخرفات نمیده. خیلی متشکرم. مرسی مرسی از من، قربان شما، تشکر. خیلی ممنون. بله داشتم میگفتم که به هر حال کوروش اومد قوم یهود را آزاد کرد، آزاد که کرد هیچی، بعد گفت جواهرای شما رو غارت کردن، اونا رو رفت پس هر جا بود پیدا کرد داد بهشون، گفت هر جا میخواید برید برید. ببینید اینا حیران شدن که چه جوری شد، بعد یه مقدار فکر کردن، یه مقدار نسل گذشت چی شد، بعد با خودشون لابد فکر کردن دیگه، من نمیم چی شد که این قصه ساخته شد، فکر کردن که ما یهودی ما نجات برتریم، چرا یک ایرانی باید ما رو نجات بده؟ این برای ما افت داره، یعنی برای ما کسر شأن داره که ما از به دست یک ایرانی که غیر یهودیه از بردگی آزاد بشیم، و ناخودآگاه خواستن این کار کنن که این موضوع رو ماسمالی کنن، این موضوع رو از بین ببرن، یعنی اون افتخاری رو که برای ناجی خودشون، برای کوروش و برای قوم ایران و برای مردم ایران بود، مثلا اونو باید به فرزندانشون گفتن که ما برده بودیم، یک ایرانی به نام کوروش اومد ما رو نجات داد. طبیعی است که وقتی یک ایرانی به نام کوروش میره اینو نجات میده، کوروش که به تنهایی نمیره، پس اون فکر و جو مردم آن زمان بوده، اون یارانی که با کوروش همراهی میکردن، کما این که مثلا آقای فرض کنیم که خامنه ای، خب یه مش آخوندی که مثل خودش فکر میکنن یارانشن و کارهایی که بکنه باید به کمک اون یارانیست که انجام میده، لذا از این موضوع حتما یهودیان احساس سرشکستگی کنن که ما که قوم برتر جهان هستیم، ما که خدا گفته شما از همه برترید، چرا ما باید به دست یک غیر یهودی نجات پیدا کنیم؟ اون تو کتابمون قصه‌مون میگه موسی ما رو نجات داد، خب موسی از خودمون بود، ولی اینجا میگن کوروش ما رو نجات داد، کوروش که از خودمون نبود که. بعد به جایی که یهودیان از کوروش به عنوان ناجی یاد کنن و جشن بگیرن که کوروش در این روز ما رو نجات داد، زنده باد کوروش، اومدن یه قصه درست کردن، گفتن که آقای خشایارشا میخواسته تمام یهودی ها رو بکشه، دستور داده بوده، بعد استر رفت نظرش عوض کرد و اجازه گرفت که برعکس بشه، یعنی یهودی ها اون دشمن ها رو بکشن، و یهودی ها اومدن 77,000 نفر ایرانی رو کشتن. حالا 77,000 ایرانی، ببینید آقای خشایارشایی بخواد دستور بده یهودی ها رو بکشن، به کی دستور میده؟ به استانداران و فرمانداران و به سرداران و سپاهیان و قشون، اونا اونجوری نیست که برن، و تازه این دستور هنو به اونا نرسه، عصر اینترنت نیست که اینترنت بزنه به همه بگید آقا برید یهودی ها رو بکشید، تا این دستور به اونا برسه ممکنه یه ما طول بکشه، هنو دستوری به اونا نرسیده، هنو کسی به اون سپاهیه نگفته تو یهودی ها رو بکش، اون تو کاخ صحبتش بوده، ولی یهودی ها رفتن اونا رو کشتن. یهودی ها چجوری رفتن همه سپاهیان ایران رو کشتن؟ 77,000 سپاهی ایران رو کشتن. چرا باید یهودیان ایرانی، من کار ندارم یهودیان اسرائیل، یهودیان آلمانی،
چرا باید یهودیان ایرانی کشته شدن ایرانیان رو که اونم به صورت قصه است، حقیقت تاریخی نداره. دانشمندان خود اسرائیل، استاد دانشگاه عبری اورشلیم، استاد تطبیقی ادیان شاول آکت گفته آقا این سندی نداره این موضوع که شما میگید. آخه عزیزان من، خود استاد دانشگاه ادیان تطبیقی دانشگاه عبری اورشلیم دیگه از این میخواید مقام بالاتری باشه؟ میگه همچی چیزی وجود نداره. دارد منطرف بریتانیکا میگه همچی چیزی وجود نداره. همه هیچ جای تاریخ اینو نگفته. شما میایید اینو به عنوان اینکه جشن میگیرید که ایرانی ها کشته شدن، جشن بگیرید، ولی خب یه ذره انصاف داشته باشید. حالا ارمنی ها رو عثمانی ها کشتن. قبل از اینکه عثمانی ها بکشن، مثلا 300-400 سال پیش، آقای شاه عباس صفوی یک عده ارمنی ها رو از جای مختلف کوچ داد به اصفهان. میدونید آقای شاه عباس که به خاطر دشمنی با اینا این کار نکرد که، وقتی کوچ داد به اصفهان براشون جا و مکان درست کرد، گفت این محله مال شما، خونه شما، اینجا کار کنید، زندگی کنید، هیچ کس هم به شما حق نداره، بدی بگه، امنیتتون هم برقرار. اسم محلتون هم گذاشت دلفا، یعنی از روی همون محله‌های قدیمی که اینا در کشورهای دیگه داشتن. گفت این اون کلیساهایی که داشتید اینجا بسازید. خب کلیساها رو لابد شاه عباس هم کمک کرد که ساخته بشه. حالا تو راه یه عده کشته شدن، یه عده مردن. میدونید مردن. من یادمه که پدر من از قول پدرش میگفت در قزوین چند نفر بودن حمله بر بودن، بهشون میگن حمله بر، حمله دار، یعنی اینایی که حاجی ها رو میبردن به مکه و بر میگردونن. اینا مثلا فرض کنید یه مش وسایل، نه مثلا قاطر رو نمیدونم، اسب و گاری و کجاوه و از اینجور وسایل داشتن و افراد رو پول میگرفتن و مثلا جمع میکردن، یه دفعه مثلا 70 نفر رو برمیداشتن میبردن حج. پدرم از قول پدرش میگفتش که قزوینی ها میگفتن فلان آدم مثلا مشرمزون حمله دار خیلی کارشو بلده، وارده. گفتن چرا کارش وارده؟ گفتن اونای دیگه مثلا 100 نفر بردن 40 نفر زنده برگردوندن، اون یکی مثلا 80 نفر رو برده مثلا 30 نفر زنده برگردوندن، ولی این مشرمزون حمله دار مثلا 80 نفر رو برده 65 نفر رو زنده برگردونده. میدونی این چی؟ یعنی تعداد اونایی که تلف شدن تو راه کم بوده، کمتر از بقیه بوده، لذا این خوبه. حالا ارمنی ها گریه میکنن که آقا وقتی شاه عباس ما رو کوش داد از فلان جا به اینجا، تو راه 10% مردم ارمنی جانشون از دست دادن. و این نمیشه بدی ما که چرا حتما شاه عباس به علت امنیت اونا، من البته دقیقا نمیدونم الان که چرا شاه عباس اونا رو کوچ داد به اصفهان، به هر حال نیورد اصفهان که بکشه اونا رو، آورد اصفهان که بهشون جا و مکان بده. حالا یه تو راه تلف شدن. خب اون موقع هر کی از یه شهری گروهی میرفتن به یه شهر دیگه تلف میشدن. وسط راه وسایل که نبود که، هوا سرد بود، گرم بود، برف میامد، نمیدونم خشکی بود، راه هزار اتفاقات بود، بدنها مقاومت چون بعضی ها کمتر بود، بعضی ها ضعیف بودن، تو راه تلف میشدن. این شاه عباس که دستور نمیداد اونا رو تو راه تلف بکنن که، شاه عباس گفته بود اینا بردارید سالم بیارید اصفهان. حالا یه دو تو راه تلف شدن. به قول مصاحبه خانم شهبانو رو میخونم، ست خبرنگار آلمانی نشستن باهاش مصاحبه کردن در شهر برلین، بعد بهش گفتن که شما به شهر برلین میاد، گفته آره ما میایم. گفته یادتونه که در سال 1967 شما و همسرتون اومدین اینجا، در اونجا به یک فرد دانشجوی آلمانی از طرف پلیس تیراندازی شد و اون کشته شد. میدونید چی میگی چی گفتم؟ از طرف پلیس آلمان به یک دانشجوی آلمانی که قصد داشت که مثلا به کاروانش شاه حمله کنه، یا مثلا شاید هفتیری داشته، شاید چیزی داشته، برحال قصد حمله داشته، قصد کشتن داشته، به اون تیراندازی کردن، اون کشته شده. حالا از شهبانو میگن که شما اون دانشجو کشته. شهبانو میگه آخه من میدونم چند دفعه من مثل که من مقصر، من یا همسرم بودیم که اون دانشجو کشته شد. واقعا خب شهبانو و شاه که
مقصر نبودن که اون دانشجو کشته شده، که اون دانشجو برخلاف قانون آلمان یک عملی رو مرتکب شده که پلیس آلمان به دستور اون افسران خودش زده اونو کشته. خب چه ارتباطی به شهبانو داره، چه ارتباطی به شاه داره؟ چرا مؤاخذه میکنید از اینا؟ حالا بگذاریم این مجله تهران. یه طرف دیگه هم یک عکس بسیار زیبایی داره. این اینجا عکس یک روی جلد یک تقویم دیواری است، روی صفحه اولشه، که عکس ساختمان شهیاده و شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون، و این زیر عکس خانومی است که این خانوم خانومی است که در شهر اوستون زندگی میکنن و میبینیمشون در مهمانی ها اغلب. خانم شراره شیروانی، پدرشون هم آقای سرتیپ شیروانی، خیلی به من لطف داشتن، محبت داشتن، گاهی ما رو دعوت میکردن به خونه‌شون. برای این خانم شراره شیروانی به اصطلاح مشاور املاک هستن و از جیب خودشون بدونی که از هیچ کس کمک بگیرن این تقویم همه ساله درست میکنن و این تقویم تمام توش هر ورق میزنی هر ماهی که میاد روی اون ماه، مثلا فروردین اردیبهشت خرداد، روی اون ماه ها همه عکسای خاندان سلطنت هست، چه عکسای قدیمی چه اونایی که از دست رفتن، مثل رضا شاه، مثلا برادر شاه که مثلا شاپور علیرضا، مثل این علیرضای جدید که پسر شاه که خودکشی کرد، اینا رو همه رو عکساشون اون تو میندازن و همیشه این عکسا رو قبل از اینکه چاپ کنن میبرن، قبل از اینکه به اصطلاح به مرحله چاپ به تنظیم بده، در مرحله که میخوان عکسا رو بچینن، این عکسا برای این صفحه، این عکسا برای این صفحه، میبرن پلوی شهبانو و شهبانو نگاه میکنه یا پست میکنه برایشون، نگاه میکنه به عکس هر سال نظر میده، میگه این عکس خوب نیست بجاش اینو بذارید، یا مثلا خوبه یا اصلا یک تو بردارید خوب نیست بجاش مثلا یک عکس دیگه بذارید. و بعد که تنظیم کردن خانم شهبانو و اجازه چاپشو دادن، خانم شراری شیروانی چاپ میکنه در شهر اوستون در مراکز مختلف میذاره برای مردم که مجانی بردارن و برای بعضی شهرها میفرستن. درود بر خانم شراره شیروانی، دوست عزیز منده. خب من مطلب یه طولانی شد، اجازه بدید خیلی مطلب دارم، نمیدونم کجا شروع کنم. اجازه بدید که این آقای مرتضی عقیلی رو یک کوچیکی بونده بگم. البته علت این که همین این شنبه تئاترشون اینجا هست و من این رو بخونم یه توضیح کوچیکی بدم که این دیگه زمانش میگذره. نمیشته که خانم خجسته کیا که از یاران نزدیک و وفادار، اجازه من اینکه من عوض کنم، که از یاران نزدیک و وفادار سرکیسیان بود، شاهین سرکیسیان معلم بزرگ تئاتر در آن زمان بوده، برای دیدن یکی از تمرین‌های گروه ما به منزل شاهین آمد و من را به عنوان یکی از بازیگران نمایش گلدسته خود برگزید و شاهین هم از این امر خیلی خوشحال شد. اما در اینجا خوب است به یکی از تمرین‌های مهم و دشوار خودم در خانه سرکیسیان اشاره کنم. در نمایش در راه کاردیف، اگر اشتباه می‌خونم منو ببخشید، در راه کاردیف که من و بهمن مفید بازیگر آن بودیم، صحنه ای داشت که در آن باید مردن را نمایش میدادم و شاهین به ما گفته بود که انگام ارائه صحنه مرگ باید بانوی را تصور کنید که دارد به طرف شما میآید و شما باید این حس را انتقال دهید. حالا یه جایی دیگه میگه که نمیدانم آن شب برای من چه اتفاق افتاد که توانستم آن قسمت از نمایش را به خوبی اجرا کنم، اما به قدری در نقش خودم فرو رفتم که واقعا تصور می کردم که زنی سیاه پوش به طرفم می آید و جانم را می گیرد. در آن شب برای اولین بار حس کردم که بازیگر حرفه‌ای شدم و از آن زمان به بعد احساسم این بود که
که توانایی من در بازیگری از 10% به 70% افزایش پیدا کرد و خود را بسیار قدرتمند در اجرای هر نقشی حس می کردم. بعد بالاخره در آخرین قسمت دعوت هوشنگ منصوری بود که متعاقب آن من به همراه آقای همایون، مرحوم عزت الله مقبلی، خانم نادره و فرزانه تاییدی با آنجا دعوت شدیم. اولین کاری که در آنجا اجرا کردیم نمایش معروف بازرس اثر گوگل بود. بله، اینم از خاطرات آقای مرتضی عقیلی. مرتضی عقیلی در ایران کارهای بسیار جالبی میکرد و به خصوص اون زمانی که تئاترا خیلی به اصطلاح فعال بودن، چون یه زمانی بود که سینما به اون صورت نبود در ایران. سینمایی که نشون میدادن، فیلمایی که نشون میدادن، اول فیلمای هندی، ببخشید، اول فیلمای عربی زیاد رواج داشت. اگر یادتون باشه اسماعیل نعیمه عاکف و دیگه اسماعیل یاسین و دیگه اون رقاصه و ام کلثوم و اینا در تئاترا بودن و آوازشون و بازیشون اینا بود. البته خیلی های دیگه هم بودن که من الان اسمشون یادم رفت. بعد خب طبیعی است که این فیلم های عربی مثلا بچه ها می رفتن، ماها می رفتیم، جوان ها می رفتن، اون روشن فکرهایی که خودشون رو سطح بالا می دوستن نمی آمدن فیلم عربی ببینن. بعد فیلم های هندی مد شد. فیلم های هندی مثل راج کاپور رو نمیدونم، آقای 420 رو نمیدونم، سنگام رو نمیدونم، اینا شد که توش نرگس و راج کاپور یه زوجی بودن که تو هر فیلم اینا با هم بازی میکردن، خیلی مورد توجه قرار میگرفت و مردم اون فیلمو میرفتن. البته هم دوبله بود دیگه و اینا گرفت رقص هزار طبل و نمیدونم چی تایی. بعد یواش یواش فیلم های فارسی اومد، اونتا فیلم های فارسی به نام همون فیلم فارسی میگفتن دیگه. فیلم فارسی یعنی فیلمی که سطح بالا نیست، یه دوتا جاهلن کتککاری میکنن، عرق میخورن، میرن کافر رقصی و نمیدونم دعوا میشه و فلان از یعنی. تا بعدن اومد یه فیلم هایی به وجود اومد، مثل فیلم گوزن ها، مثل فیلم قیصر، مثل فیلم گاو دیگه، مثل فیلم بلوچ، مثل سوت دلان، مثل فیلم خاک. اینا فیلم هایی بودن که یک نویسندگان جدیدی اومدن و یک بازیگران به سبک جدیدی و ناصر بن ملک مطیعی، فردین و بهروز وثوقی و هنرمندان اومدن، کارگردان اومدن. اینا یواش یواش جوانهایی که روشنفکر خودشون میدونستن فیلم فارسی رو قبول نداشتن اومدن تو فیلم فارسی. ولی همونطور که گفتم قبل از اینکه روشنفکرها بیان به فیلم فارسی، به تئاتر خیلی توجه بود، مخصوصا قبل از 28 مرداد. قبل از 28 مرداد تئاترها در بس در اختیار کمونیستا بود و حتی مثلا اون آقای نوشین که پدر تئاتر ایرانه، مثلا فرض کنین که نمایشنامه هایی می آورد، فرض کنین که چراغ گاز یا مثلا نمایشنامه های دیگه که می آورد روی تئاتر سعدی، تئاترهای مختلف اجرا می کرد، حتی از بتوده می گفت این تئاتری که تو آوردی این تئاتر زحمت کشان و اینا نیست، این نشون نمیده که مثلا زحمت کشان دارن در اثر مثلا ظلم ستم سرمایه داران دارن جونشون از دست میدن، از این حرفا. ولی خب نوشین اینقدر قدرتمند بود که این انتقادهایی که به اون میکردن به جایی نمیرسید. و حالا منظورم اینه که اون زمان نویسندگان تئاتر بسیار تراز اول بودن، گاهی ترجمه بود، ترجمه هایی از پیس های خیلی مشهور رو می آوردن می ذاشتن و کارگردان خوب و نفشه خوب و همون تو اینایی که اسم بردم خوندم از طرف آقای مرتضی عقیلی در خاطراتش، مثلا فرزانه تاییدی یکی از اونا بود، فخری خوربش یکی از اونا بود، یا مثلا فرض کنیم که هنرپیشه هایی بسیار فراوانی بودن در اون فیلم ها. این همین آقای مرتضی عقیلی نقش های بسیار سنگین داشت. بعد که دیگه اومد انقلاب شد و اومد این ور آب به قول معروف،
دیگه اون نقشا، اون دیگه اون تئاتر نبود، اون بودجه ها نبود، اون تمرین ها نبود، اون بازیکن ها نبودن. در نتیجه تئاتر رسید به سطح تعداد کم. اون زمان تئاتر بسیار در یک تئاتر یه دی زیادی بازی میکردن. خب زنده بازی میکردن، بسیار اینا از دولت، از مثلا فرهنگ و هنر اینا پول میگرفتن، حقوق بگیر دولت بودن، حقوق بگیر در دستگاه ها بودن، دستگاه ها. ولی بعدا دیگه اینو باید خودشون خرج خودشون در بیارن. وقتی میخوان یه گروه تئاتری از لس آنجلس پاشو بیاد مثلا فرض کنیم که هوستون نمایش بده، خب نمیتونی که با 20 نفر بیاد که، مجبور هرچی کمتر، حتی با یه نفر بیاد. مثلا فرض کنیم که آقای استنداپ کمدی بذار آقای هادی خورسندی این تنهایی بیاد دو صحنه، یا دو نفر بیان، آقای هادی خورسندی بیاد مثلا با آقای پرویز صیاد، اینجوری. حالا این نمایشنامه با چهار نفره، یعنی باید حداقل دو نفر نیست. حالا من یه توضیح دربارش بدم. این نمایشنامه اسمش از خر تو خر. همین شنبه، امروز که چهارشنبه است، فردا پنجشنبه، بعد جمعه، بعد شنبه هوستون نمایش داده میشه. اپریل 25، امروز 12، 25، یعنی سه روز دیگه. نمایش کمدی خر تو خر. بازیکناش عبارت هستن چی هستن؟ قاسم گلی، آقای مرتضی عقیلی، خانم بهار خادمی و آقای شاهین جامعی. که شاهین جامعی یک نویسنده واقعا ظهور کرد، یعنی باید بگیم یه نویسنده ظهور کرد در تئاتر ایران. واقعا نوشته هاش بسیار بسیار قوی است. از همون لحظه اول من الان یادمه که یه تئاتر هتل داشت، همونجا که گوشی رو برمی داشت با مشتری که حرف میزد مردم میخندود. حالا یه نفری یاد یه صدای زنگ تلفن احتمالاً یه نوار ضبط شده است که اونجا میذاره دیگه صحبت میکنه. و بعد مثلا اولین مشتری که میومد خنده شروع میشه تا آخرش. و آقای در اون تئاتر آقای مایکل، مایکلی که منظور مایکل همون مرد هزار چهره است، همون که صداهای مختلف همه مردا رو در میاره، خواننده رو در میاره، آقای مایکل بازی میکرد. خب چه بازی خوبی، آقای شاهین جامعه کارگردان بود، چقدر خوب همه چیز رو درست کرده بود، بسیار تئاتر خوبی. امیدوارم که این تئاتر هم که آقای بهروز علوی، خانمشون پری علوی، مشترکان آوردن، مورد استقبال قرار بگیره. ببینید جنگ حوثی ها بسیار ایران رو به لب پرتگاه برد، ایران رو به لب پرتگاه برد که کشورهای منطقه. ببینید من این البرفی اینطور بگم، آقای خامنه ای و خب سلفش آقای خمینی اینا میخوان ایران بشه رهبر کشورهای مسلمان جهان. خب این کار یعنی به فارسی بهش میگن آب در هاون کوبیدن، یعنی شما یه آب بریدید تو هاون هرچی بکوبید در واقع کار بیهوده ای کردید، چون آب خرد شدنی نیست، پود خرد شدنی، آرد شدنی نیست و هیچ اتفاقی نمیفته، فقط شما کوبیدید، خودتون خسته کردید. حالا اینم از این همونه، در واقع آب در هاون کوبیدنه، برای که شیعه ها 10% کل مسلمانان جهان هستن. تازه این شیعه ها که همشون تو ایران نیستن، که باز اگر همه شیعه های دنیا در نظر بگیریم مثلا ممکنه که 30% تو ایران باشن، 70% تو کشور دیگه. خب حالا از این جمعیت 30% از 10%، یعنی 3% از کل مسلمان ها، اگه اینا میخوان بر همه مسلمان ها تسلط پیدا کنن، خب خنده‌داره دیگه، واقعا خنده‌دار میشه، ادعای خنده‌داریه. بعد این ادعا فقط نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که سران کشورهای مثل عربستان، امارات، قطر، مصر، ترکیه و دیگران با کشور ایران حسادت و دشمنی کنن. حوثی ها میان در یمن با هم متحد میشن. حوثی ها 30% جمعیت ها یمن هستن، شیعه زیدی هستن، یعنی مثل با 12 امامی نیستن، وسط را جدا میشن، مثل همون اسماعیلی ها که وقتی ما گفتیم امام جعفر صادق، اما اونا گفتن نه اسماعیل امام سبا شدن، زیدی هم یه جایی سبا شدن. خب
قبل از اینکه این اتفاقات و جنگ و اینا بیفته، من یه جا خوندم که این زیدی ها داشتن یه جلسه میذاشتن با سران قبایل سنی و دیگر مردم یمن که یک اتحادی ببندن و یک قراری بذارن، بگن ما اولین کوششمون این باشه که با دخالت‌های عربستان سعودی و ایران در کشور اون مخالفت کنیم، جلوشو بگیریم. حالا ایران آنچنان جلوه میده که این حوثی‌ها فرمانبردار ایرانه و روزنامه های عربی هم به خاطر اینکه مردم خودشون تحریک کنن میان یه عکسای از ایرانیایی که تو یمنن، سردار قاسمی و قاسم سلیمانی و دیگران علکی چاپ میکنن، در حالی که مثلا اون روزی که این عکس بزنن چاپ کردن فلان کس اگه اونجاست، معلومه چه اصلا اون شخص مثلا توی قم مثلا رفته بوده دیدن فلان آیت الله، منطقه اینه میگن این روز تو یمن بوده. مشکل اینجاست که آقای خامنه‌ای هم دستور نمیده، کسان دیگه هم جرأت نمیکنن بگن آقا ما اصلا دخالتی نداریم در اونجا، اصلا اونا با ما کاری ندارن، ما اگه مثلا کمکای فرض کنیم که بهداشتی و غذایی بکنیم خب این کمک ها رو قبول میکنن، ولی از ما هیچ دستوری نمیگیرن، اونا فرمانبردار ما نیستن، اینو نمیگن. عربستان سعودی به مردم خودش میگه که ایران اومده این حوثی‌های شیعه رو بیخ گوش من مسلط کرده بر بقیه یمنی ها، اینا اومدن پایتخت و صنعا رو گرفتن، دارن میرن اون یکی شهر عمده عدن رو هم بگیرن و وقتی اینو بگیرن در نتیجه یمن در اختیار حوثی ها قرار گرفته و حوثی ها هم در اختیار ایران هست. یمن در اختیار حوثی ها قرار بگیره یا نگیره، حوثی ها در اختیار ایران نیستن. آقای خامنه ای نمیگه اینو، قبول نمیکنه، یعنی فکر میکنه مثلا بگه اینا از من دستور میگیرن این خب بهتره، خیلی خوبتره. میگن زمانی که زمان قبل از مثلا پهلوی ها در ایران هر اتفاق میافتاد میگفتن کار انگلیسی هاست، هر اتفاق میافتاد کار انگلیسی هاست. یه روز یه نفر یک انگلیسی از استان آذربایجان میاد تهران، میگه در آذربایجان این اتفاق افتاده، میگن کار انگلیسی هاست. سفیر انگلیس میگه خب اگه فکر میکنن کار ماست خب بذار فکر کنم بهتر ما، مثلا فرض کنیم که فلان صد خراب شده، میگن کار انگلیس شد، یا مثلا فرض کنیم که فلان قبیله به فلان قبیله حمله کرده، میگن کار انگلیس شد. یارو میگه خب اگه فکر میکنن کار ماست بذار فکر کنن کار ماست، فکر کنن هرچی اتفاق میفته کار ماست، در نتیجه از ما بیشتر حرف شنایی دارن. حالا اینا هم اینجوری هم دیگه. به هر حال جنگی بود که دیروز من شنیدم که یه عده‌ای صحبت میکنن از آتش بس، و دیروز عصری من شنیدم که عربستان گفته ما دیگه آتش بس میکنیم و دیگه بمباران نمیکنیم. دوباره امروز من شنیدم که دوره جنگ دوباره شعله کشیده، حالا دیگه دقیقا نمیدونم به چه مرحله رسیده، و امیدواریم که ایران وارد این جنگ نشه. بدترین بدبختی برای ایران وارد جنگ شدنه. این آخوندهایی که دور آقای خامنه‌ای رو گرفتن و مثلا هی جنگ یارو، یکی از اینا گفته که ما 4 تا پایتخت داریم غیر از تهران. این 4 تا پایتخت عبارتند از دمشق و بیروت و صنعا و بغداد. آقای خامنه‌ای ما مستعمره سوریه هستیم، چرا علکی پوز میدی؟ ما مستعمره سوریه‌ایم، وقتی که پول نفت کم میشه تحریم ها باعث میشه خیلی کم بشه، اون کم رو هم شما میدید تو سفره اونا، اون کمی که باید بره تو سفره ایرانی ها شما از صاحبان اون ور میدارید میدید به سوریه. پس ما هستیم که با جان و مال و همه چی خودمون داریم سوریه رو زنده نگه داریم، پس ما مستعمره سوریه هستیم، پس تهران پایتخت بشار اسده. این موضوع در رابطه با موافقت نامه صلح بود که بسیار مطلب جالبیه و من نمیرسم بگم، اگه شروع کنم نمیرسم. در قسمت بعدی که در تلویزیون ای2 و برنامه این تلویزیون اینترنتی است و سر ساعت شروع میشه، یعنی منظورم که مثلا 15 دقیقه دیگه تقریبا شروع میشه، من اون رو شروع میکنم، سعی میکنم که اول برنامه از اون شروع کنم. اجازه بدید یه تیکه از بیداری رو بخونم.
یه جا نوشته نامه های وارده. خب من چند تاش علامت گذاشتم دیگه. چرا مسلمان های داعشی آدم کش هستند و ما نیستیم؟ عباس: پاسخ: زبان آنها عربی است و معنای قرآن را دقیقا درک میکنند و مورد و مو به مو آن را اجرا میکنند. ملها عقیده دارند مسلمان واقعی کسی است که مانند چارپایان به طویله برود. دکتر بهرام چوبینه: بیداری. خوشبختانه ما در ایران مسلمان واقعی نداریم. بعد یه نفر از ایران به بیداری نوشته که مرسی که صدای محرومیت ما هستید. ما حق اعتراض نداریم. ما روزنامه نداریم. مسئولین به فکر منافع خودشان هستند. نفت باعث ویرانی استان ما شد. ما تجزیه طلب نیستیم. حتی خودمختاری هم نمی خواهیم. ما فقط به دنبال حقوق ابتدایی خودمون هستیم. بینام از خوزستان. حالا تیکای دیگه ای را از بیداری بخونیم. نوشته اگر هر ایرانی می داند که در 1400 سال پیش عرب ها به ایران حمله کردند، ایرانی ها را کشتند، به زنها تجاوز کردند و فرزندان ایران هم از زن و مرد و نوجوان را به بردگی بردند و در سر بازارهای خود فروختند، چگونه این ایرانی می تواند دولت عرب ها باشد؟ چگونه این ایرانی می تواند دوست عرب ها باشد؟ اگر باشد پس همه آن اتفاقات را میپذیرد و برایش اشکالی ندارد. چنین کسی دوست ایران و ایرانی نیست، دوست دشمنان ایران است. دو تا چهار تا هر کس که عاشق متجاوزین به ایران است دشمن همیهنان خیش است. پس به اثبات هر کس که مسلمان است او دشمن ایران است. خب اینم از این. آخه ببینید یه موضوعم، البته مطلبی که نوشته شده بسیار درست و دقیق و صحیحه، اما خب ببینید آخه یه سری از اونایی که ما میگیم عرب، اینا عرب زبانن، اینا عرب نیستن که. ببینید مصری ها که عرب نیستن که، مصری ها نژادشون عربی نیست، عرب زبانن. یا مثل این که بگیم امریکایی ها همه انگلیسی هن. نه، امریکایی ها امریکایی هن. انگلیسی زبانن. میگیم امریکای جنوبی همه اسپانیایی هستن. نه، اینا اسپانیایی زبانن. زبانشون اسپانیشی یا اسپانیولیه، خودشون که اسپانیایی نیستن که. حالا مثلا شما فرض کنیم، مثلا مثال بزنیم، اردن در حمله ای که عربای مکه و مدینه به کشور ما کردن، آیا اردنی هم دخالت داشتن؟ آیا لبنانی هم دخالت داشتن؟ آیا مصری هم دخالت داشتن؟ وقتی که عرب ها به ایران حمله کردن، اون آقای سردار معروف عرب سعد ابن ابی وقاص بر رستم فرخزاد پیروز شد و یزدگیر سوم شکست خورد و فرار کرد. بعد از مدتی یک همین کسی که اسمش هست امرآس یکی از سرداران سپاه اسلام بود، امرآس اومد پلو عمر. این تو تاریخ ها، من تو کتاب خوندم، من خودم در نمیارم، کتابی که همین آقای شاهین نجاد نوشته، دلایل سقوط ساسانیان، و همش هم موثقه و دهها بار تو تلویزیون های مختلف گفته شد که این یک کتاب مرجعیه، یعنی میشه بهش استناد کرد، چون که همه چیزاش با استفاده از تاریخ‌های مختلف معتبره. حالا نوشته که امرآس اومد پلو عمر، گفتش که اجازه بدیم به مصر حمله کنیم. حالا مصری ها هم از ایرانی ها پول دارترن، هم مثل ایرانی ها جنگجو نیستن، زودتر تسلیم میشن، بریم مصر حمله کنیم. یعنی اینا قصدشون چاپیدن بود. مصری ها همونطور
مورد غارت قرار گرفتن که ما ایرانی‌ها قبل مورد غارت قرار گرفتیم، همونطور که لبنانی‌ها و سوریه‌ها و اردنی‌ها و لیبیایی‌ها و الجزایری‌ها همه مورد غارت قرار گرفتن. یک سری آدمایی که تو مکه و مدینه بودن، اینا اومدن از ثروت همه اینا استفاده کردن. خب من به پایان برنامه رسیدم. از خانم مرجان در اتاق فرمان بسیار سپاسگزارم که برنامه رو به موقع شروع کردن و تذکرات لازم رو دادن. از آقای همایون هوشیار نژاد، خانم پوری هوشیار نژاد سپاسگزارم. از همه شما عزیزانی که به این برنامه توجه کردید سپاسگزارم. براتون شادی و پیروزی تندرستی آرزو دارم.